کارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما شده. اشکان، اول بپردازیم به همین خبر فوری که منتشر شده. دو موج بزرگ حملات رو شاهد بودیم به شهر زیبا و ساحلی حیفا. چه اتفاقی افتاده؟ بیشتر از تو بشنویم. شراره، این همونطوری که خودت هم گفتی، بزرگترین موج شلیک راکت به سمت حیفا از زمان آغاز درگیری ها با حزب الله بوده. از ساعت تقریبا 12 و 11 دقیقه طورها به وقت اسرائیل آغاز شد و تقریبا میشه گفت که 20 دقیقه ای ادامه داشت. حملات دو موج بزرگ بود. موج اول که خود موج اول هم که میگیم خودش چند مرحله داشت، در طول چند دقیقه انجام شد. در اون ارتش اسرائیل گفته که 85 راکت به سمت این منطقه شلیک شد، به منطقه حیفا و منطقه شمالی تر از شهر حیفا، مجموعی از شهرهای کوچک در شمال شهر حیفا که با نام کرایوت شناخته میشن و شهر عکا. و بعد از اون هم همزمان با اینکه نیروهای امدادی و پلیس داشتن در واقع جستجو میکردن جاهایی رو که راکت ها یا ترکش های راکت ها در اونجا سقوط کردن به اونجاها برسن یا امداد رسانی بکنن، موج دوم بود که حملات راکتی انجام شد. در خود شهر حیفا گزارشی از خسارت یا برخورد راکت نداشتیم تا الان، اما در اون مجموعه همون شهرهایی که گفتم، شهرهای کوچک شمالی تر از حیفا، مجموعه کرایوت، در اونجا چند برخورد داشتیم. هم برخورد مستقیم راکت بوده، در دست کم یکی دو مورد که من دیدم، شاید هم سه مورد، هم برخورد یا سقوط ترکش های راکت ها بعد از رهگیری بوده، از جمله مثلا در یک مدرسه یکی از این ترکش ها سقوط کرده. همونطوری که گفتی، یک نفر، یک زن 70 ساله، در نتیجه این حمله راکتی به شکل سطحی تا متوسط جراحت دیده و به بیمارستان منتقل شده. بجز اون جراحت دیگری یا تلفاتی منتشر نشده، اما خسارات در مواردی که راکت ها به مناطق مسکونی خوردن در یکی دو موردش به نظر میاد، بر اساس تصاویر منتشر شده که من دیدم، نسبتاً سنگین بوده. بیشتر راکت ها از اون بیش از 100 راکتی که شلیک شده رهگیری شده، اما چند تایی از اونها برخورد کرده. این رو باید گفت که این حمله راکتی دقیقاً همزمان با پایان صحبت‌های نعیم قاسم، معاون دبیرکل کشته شده حزب الله، شلیک شدند به سوی اسرائیل و از جایی شلیک شدند که در واقع چهارمین گردان ارتش اسرائیل که امروز به منطقه آمده، در اونجا مشغول فعالیت هست، در بخش غربی مرز لبنان با اسرائیل. و تقریبا همزمان با اون هم گزارش های منتشر شد از اینکه نیروی هوایی اسرائیل موجی از حملات رو در منطقه زاهیه بیروت آغاز کرده. ممنون از تو همکارم اشکان صفایی.